در مورد اینکه علی کریمی چرا از تیم ملی اومد بیرون، هر کسی یه چیزی گفت، یکی گفت ماجرا بلیط رو میخواین بگین، یکی گفت که علی کریمی بهش بلیط فرست کلاس ندادن، یکی گفت گفتن رو نیمکت نشینه، اصلا هیچ کدوم از اینا درست نبوده و اصلا هیچ کدوم از اینا صحت نداره. علی کریمی در اردو که بوده، آقای کروش و فدراسیون در یک حالت مستعصلی قرار گرفتن. هواپیمایی امارات اطلاع میده که بلیطای رفت میخواستن برن موقع آفریقای جنوبی جایی اردو، بلیطای شما رو صادر نمی کنن تا پول رو پرداخت نکنی، هتلی که در اونجا گرفته بودن تا دیپوزیت ندی پول رو نریزی به حساب اونجا هتل چه نمیدن. تیم مونده در سر دوراهی که این اردو رو کنسل کنه و تمام برنامه های تیم ملی به هم بریزه. در این موقعیت که علی کریمی خیلی با کروش نزدیک بود و خیلی تعصب داشت، بارها به من که اونجا اسپانسر گیر بیار، این کارو بکن، اون چقدر علاقمند شده به تیم ملی. در این موقعیت آقای کریمی زنگ میزنه به هدایتی که شما باور کن کریمی اگر تو خیابون بخوابه، سرما بمیره، گرسنگی بگیره، هیچ وقت رو به کسی بندازه برای کاری نمیکنه. میدونم که آقا تیم ملی ما الان در این وضعیته. آقای هدایتی میگه که من اول به خاطر تیم ملی، بعد هم به خاطر که تو به من رو انداختی. چشم چقدر میشه؟ حالا گویا رقم شاید من دقیق ندونم، 1,200,000,000 ایشون یک چکی میکشیده میده به آقای کریمی، کریمی هم میده به فدراسیون که آره پول هواپیما و پول هتل و بقیهش هم برای پاداش بازیکن‌ها. حالا اونا پول اردو رو میدن، پول بلیط‌های هواپیما میدن، بقیه به بازیکن نمیدن. علی کریمی که نه آقا اینو من گفتم بازیکن میگم، آقا چیکار داری به این کارا؟ این ما فدراسیون اولویت داره، از یک بدهی‌های خیلی زیادتری داریم، ما یه بدهی‌هایی داریم، ما اینجا این پول بدهی فدراسیون چه ربطی به حسین هدایتی داره؟ اونا گفتن که این پولی که الان به فدراسیون دادهشون به فدراسیون خرج به علی کریمی داده، اینی که میگن کریمی هم ساکشاید رو میره، همین جریان و دیگه هیچ. خب چرا اینو هیچ وقت نگفت علی کریمی؟ مثلا چیزی که توی رسانه ها منعکس شد این بود که علی کریمی بلیط فرست کلاس می‌خواسته بهش ندادن، علی کریمی قهر که این غیر ممکنه، علی آدمی نیست به خاطر بلیط قهر کنه. علی کریمی اگر فرست کلاس بهش بدن میره قاطی بازیکن بشه. درست. در ثانی اگه بخوام بلیط به اعضای کادر فنی بدن که نمیگن تو کریمی تو مثلا اینطور بلیط، یا این اصلا به عقل درست در نمیاد. علی کریمی برای اینکه آشوبی به وجود نیاد، یک وضعیتی در تیم ملی به هم نخوره، هیچ مصاحبه چیز نمیکنه. اما خب علی کریمی الان رنجشی داره از اینکه خب چرا در این حالتی که ایشون قرار گرفته، ایشون رو یه جور بایکوت کردن که انگار که آقا از این راحت ازش گذشتن رفتن. و در موقع شایعاتی هم که دارن خود فدراسیون هم تا نیومده، حتی این وظیفه خود فدراسیونه، خود کروشه که بیاد بگه آقا چی شدی تو؟ چرا رفتی؟ چرا به خاطر ما قهر کردی؟ بی‌معرفتیه. خب حالا